بله باشه بله، نباشه اگر مزدود باشه شوه. یا نباشه مزدود شوه و اوجا باز با اسناد داشته خود چیزی که اسناد دارن بیاین داخل نایه باز بگوین که ما این کتابچه صفایی ما این قدر طلب داره دولت یا ما باقی دار نیستیم و جواز و تکسلاوی خودم خیلی اگر می کار ما از اول میکنیم که پس ما نمی بودیم دیگه در این 20 سال که اگر مالیاتی چیزا درست مردم میداد چرا ما که پس ما می شدیم چون با کمک ها و چیزا مردم چی میکرد دیگه دقیقی از چیزا نبود حالا اونو بیادر خوب است این مالیاتی چیزا نه خیر خود آدم که خوب باشه و هم خوب استن که زشت بری زشت میره در حساب قانونی باشه اونو تر اصایی است خود آدم که زشت بره باید زشت برش بره که زشت که نری نرم که بری نرم میره کدام با این قسم نمیشه ما تک سلاوی خدا بتیم و امتیازات ما را بگیرن و ما را صاحب کار کنن دکان ما را بند کنن مزید باید بر ما موقع مساعد بسازم که ما همکاری میکنم همکاری داشته باشن باید مشکل در سه چهار چیز بود در کتابچه صفایی بود دیگه جواز بود و تکس لوا بود سلام بیننده های عزیز خدا کنه که جور و سلامت باشین و الله متعال خواهان صحتمندی کامل شما هست و هر کجایی که هستین انشالله که خوش و خوشحال باشین امروز ما اطلاع یافتیم که در ناحیه ششم شهر کابل منطقه سرک دارالامان بیشتر از 100 دکان مهرلاک شده و مزدود شده به خاطر مالیات و بعضی از کتابچه های صفاییشان از طرف ناحیه مربوطهشان خب تعداد دکان ها بسیار زیاد است و ما فعلا فقط در یک قسمت همی دکان ها قرار داریم که روبروی ما هم یکی از آرایشگاه های مردانه است یا همون سالون زیبایی اصلاح موی مردانه است اینجا که مزدود شده و قبل از اینکه ما گزارش شروع بکنیم یک تیمی از بررسی کننده های ناحیه آمده بودن اینجا و ما از پیششان یک چند سوال کردم در مورد از اینکه چطور مزدود شدن اونا گفتن که تقریبا از 13 سال است که بعضی از دکان ها و بعضی از مالکین جایداد حساب هایشان را تصفیه نکردند. به همون خاطر همه دکان را به شکل یکسان مزدود کردند تا اونا مراجعه کنند به ناحیه و بعد از تصفیه حسابشان یا بعد از طی مراحل همون سیستم مالیاتیشان اونا دوباره پس دوباره اجازه فعالیت بگیرند. خب کم دورتر از ما یکی از سوپرمارکت ها قرار داره که اونا فعلا مزدود نیستند و کارشان را تمام کرده میرم امرایشان صحبت میکنیم که از جریان با خبر شویم همه ما سلام علیکم سلام برادر خوب هستین؟ سلامت به خیر و سلامت باشین صاحب سوپرمارکت شما هستین؟ بفرمین سلامت خوب هستین انشالله؟ زندان باشین خب اسم شما؟ احمد رامش محمدی محمدی صاحب وقتتون یک چند دقیقه میگیریم به خاطر از مزدود شدن دکان ها مشکل خونه است نخواهش خب ما امروز متوجه شدیم که زیادتر از 100 دکان بیشتر به خیال مزدود شدن مهرلاک شده درست است بله همسایه های شما دیروز صبح ساعت 7 بجه بر ما زنگ زدن که دکان ها مهرلاک شده باز از سایه سرایی حلاودین هلا جای رئیس که ما خودمون هستیم تمام دکان ها بیشتر از 200 یا 250 دکان مرلاک شده بود یا به دلیل ازی بود که صفایی پرداخت بکنن و بعض دکاندارا بود جواز نداشت و بعض دکاندارا تکس لوحه را تحویل نکرده بود اما در کل زیادتر دکاندارا حسابشون تصفیه بود مشکل دایی بود که اینا آمده بودن از یک سر مرلاک کرده بودن مثلا ما دیروز که وقتی به نایه مراجعه کردیم گفت که صفایی تانه بیار کتابچه صفایی خودم بردیم برشان جواز خودم نشان دادیم و تکس لوی خودم باز در مقابلش بر ما هونطور یک استیکر داد
که دکانتان شماره دوباره باز بکنین. خب یعنی از شما مزدود شده بود؟ بله بله، در کل در کل اگر حسنات پاک بود یا ناپاک بود. خب اینطور یک یا باید یک لایه جور بکنن که کسایی که اگر حسابش تصفیه هست خب مرلاق نکنن، کسایی که حسابش باقی داری دارن رو مرلاق بکنن، یا در کل از یک سر چیزی که دکان بود مرلاق کرده بود. یعنی ناحیه یا از طرف شهرولی کابل هم تو امر شده که همگی باید بله 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 باشه، اگر باشه یا نباشه مزدود شوه و اونجا باز با اسناد داشته خود چیزی که اسناد دارن بیاین داخل ناحیه باز بگوین که ما این کتابچه صفایی ما اینقدر طلب داره دولت یا ما باقی دار نیستیم و جواز و تکسلاوی خودم. محمدی سی باز دلیلش از ناحیه پرسان نکردین که چرا این رقم است؟ یعنی همگی باید مزدود شده و... والا هیچ گپ نمیزنن اصلا، فقط اونم میگه که کتابچه نایی کتابچه صفایی تا مالیه رو بیار، صفایی رو بیار، تکس لاویت بیار و جواز تا بیار. از ما تمامش پاک بود، اما بعد بر لایو که مقدر پاک بود ساعت 12 بجه دکان ما باز شد دیروز. خب خب شما 12 بجه دیروز پس دکانتون رو باز کردین؟ بله. خب ما اول که اومدم دکان شما باز بود، ما گفتم شاید از شما را هیچ بسته نکرده باشه. نه بسته بودیم دیروز، بله مرلاک شده بود. خب خب حال خوشبختانه فعال هستین دیگه. شکر سلامت باشید. خیلی خوش شدیم. محمدی سب ایره که شما کتابچه صفاییتون اونجا مراجعه کردین بردین، باز مالیات شما را از کتابچه قبلی کشید یا نو تثبیت کردین؟ نه ما خو اینجا این سوپرمارکت نو جور کردیم. خوب. در حدود 7 الی 8 ماه میشه. مسئله مالیه دیروز نبود، دیروز فقط مسئله صفایی بود، کتابچه صفایی بود و خود تکس لوحه بود. خب کتابچه صفایی مربوط مالک جایداد میشه یا مربوط؟ بله مربوط مالک جایداد میشه. بزرگ تصفیه کرده بودن مالک بله، جایداد؟ بله بله، اصلا دکاندارا رو به من مرلاق میکنن که مالک جایداد حاضر شوه. خوب. اگر دکاندار حسابشون بسیاری دکاندارا می همسایه‌های ما هیچ کس از حکومت باقی نیست، همی از این دکان ما بود طرف 20 دکان 25 دکان بسته است همین الان، اینا تمام دکاندارا حسابشون پاک است. مثلا سر دکاندار مالیه بر عواید است، تکس لوحه است، جواز شسی نا پاک است، اما صاحب جایداد وقتی که مال صفایی قضار است به اون خاطر یا مرلاک هستن. خب یک چیز دیگه که در فکر ما میگرده که خودمون بعضی وقت میگن جایی که در تجارت دخیل بودیم، شاید در دوره جمهوریت بودم کتابا و سوابقی که وجود داشته اونا پیش از این دوره امارت شاید نباشه، یا ای که تخریب شده باشه، یا به صورتی که او خوزیات رشوت و کارهای غیرقانونی زیاد میشد، نه کسایی که مالی خود دقیق نمیدادن کتابچه صفایی خود زورمندا تصفیه نمیگد، از همون خاطر اینا خواستن که همه را مزدود کنن که مراجعه کنن، شاید این رقم باشه. خود در کل یا فقط امارات اسلامی سر میوای داخلی میچله و مجبور است که می هواید داخلی را برای خرج مامورین خود و برای خود از می هواید داخلی ها باید پورا بکنند. مثلا بعضی کسایی که 20 سال یا 15 سال از صفایی باقی داری دارن، اما جواز و تکس لوحه و مالیه در حکومت جمهوریت و در می حکومت کلش سال در سال تصفیه میشه. از همه گی تصفیه؟ بله ولی در مو حکومت سابق هم جواز مالیه تکس لوحه سال در سال تصفیه میشد. خب یعنی بعضی کسایی شاید بوده باشن که تصفیه نکردن از امور خود. اصلا نمی صفایی در کل فکر کنید شما در کابل چقدر نفوذ است، اکثریتش باقی داری 10 ساله و 8 ساله و 12 ساله داشتن. درست، ما یک تیمی از ناحیه آمده بود به خاطر بررسی متراژ میکردن این دکانا را، اونا را که ما پرسان کردیم گفتن بیاین که اونجا ما معلوم کنیم که 13 سال آیا تصفیه شده یا نه، یعنی از موضوع از 13 سال قبل بوده. حتی زیادتر بعضی کسا 20 سال 17 سال 15 سال بعضی کسا یک سال سال باقیداری از صفایی داشتن. درست. خب حال شما خراسان هستین از اینکه تکس لوحه و یایتون تحویل کردین؟ ما همش تصفیه شد، دیروز تکس لوحه خودم تحویل کردیم، جواز ما سابق پاک بود و مالی سیام پاک بود یک صفایی. درست، تشکر محمدی سب، تشکر از شما، تشکر از صحبت، خوش بخیر باشید. خب اینی هم دکان هایی هست که همگیشان مزدود شده و به خاطر امو کتابچه صفاییشان که از محمدی صاحب صاحب از سوپرمارکت پرسان کردن، به خاطر کتابچه صفاییشان همیشان مزدود شده است. کسایی که تصفیه بوده یا نبوده، خب تعداد از دکان ها خیلی زیاد است و چیزی است که اگر مالیات را که دولت جمع میکنه از مردم، از دکاندارا، از تجارا، اگر به بودجه خود دولت بدون فساد جمع‌آوری شود و به خاطر
بهبودی وضعیت کاروبار یا ساخت و ساز خود کشور استفاده شود، جای خیلی خوشحالی است. اما اگر متاسفانه فساد شود مثل دوره های قبلی و پول مردم به جیب اشخاص بره و فقط اشخاص بتون از او پول منفعت به دست بیاره، متاسفانه برای همگی مفاجعه است و خدا کنه که او رقم نشود. سلام علیکم. خوب هستین؟ یادرو شما صاحب از این دکان هستین؟ ببخشین دیگه سر نان ما مزایم میشیم. خوب هستین ان شاء الله؟ به خیر باشین. اسمتون؟ اسم اجمل. خب شما مالک این دکان هستین؟ بله. درست. از شما مهرلاک شده بود؟ بله از ما مهرلاک شده. با شما مراجعه کردین ناحیه؟ آه مراجعه کردیم. خب چی گفتن اونجا؟ صفایی رو اجازه رو هیچ کد همه صاحب چی؟ جایداد همه را تابیل کردن. خب به دلیل از اینکه صاحب جایداد باید حاضر می شد اونجا؟ بله مزدود شده بود؟ بله صاحب جایداد شما الان اونجا حضور ندارن؟ فعلا در این منطقه؟ نه رفته خانه. خب خانه رفته. باز چی گفتن در ناحیه که رفتن؟ فقط همو صفایی یا شما در جریان بودن یا نه؟ ما در جریان بودیم، فقط همو کتابچه صفایی رو خود تابیل کرده بود. بازی تو راست که می دکان ها که کدام یکی مثلا کارشون خلاص بود و هم دمی نقشه آمده بود کلش مرلاک شد از یک طرف. شما در ظرف یک روز باز تانستین پس دکانتون فعال کنین؟ بله در ظرف یک روز. چون وقت مالک جایداد چی کده بود؟ مراجعه کده بود؟ کارایش خلاص کده بود؟ خب باز امور دین روز چی کد بعد از او پس اجازه داد ما؟ چطور بود رویه خود کارمندای دولتی در این دوره امارات؟ چطور بود؟ صحیح رفتار میکدن؟ نه امارات خود که مردم کدام برخورد هیچی نکده، بد اخلاقی چیز نکده که کل مردم، اما از طریق قانون هیچ کرده، یعنی پیشرفت کرد. خب این هم خب حتما دیگه به خیر همگی ماست که چون همگی تکس و صفایی ها باید صاف شد. اگر می کار ما از اول میکنیم که پس ما نمی بودیم دیگه. در این 20 سال که اگر مالیات چیزا درست مردم میداد چرا ما که پس ما نمی شدیم؟ چون با کمک ها و چیزا مردم چی میکرد دیگه دقیقی از چیزا نبود. حالا و نویدر خوب است این مالیات چیزا که بتا خوب است بر خود ما خوب است. و شما کدوم گفتن ایمان دست به شما؟ از ما نه، ما دیگه کدوم گفتن نداریم. خداوند همین وطن جور آرام داشته باشه مردمای ما را بخیر. که از انشالله که یک پیشرفت داینده داشته باشیم. بخیر بیا خیر باشه و خدا کنه که همی پولایی را که از ما جمع میکنن و به جای مصرف نشه. درسته دیگه رای صحیح شد. به جای مصرف شد که برای این وطن چی شد؟ خدمت شد یا خدمت شد و پیشرفت کنیم ما انشالله. خب تشکر، ببخشید که مزایم نانتان شدم. قربانتان، سلامت باشین. تشکر از شما. خداحافظتان. خداحافظ. سلام علیکم. خوش بیادر کمیره کم باستر کنم. خوب هستی؟ هرستی جان جور هست؟ بخیر باشه. سر و صدای لاسپیکرم خدا کنم مزایمت نکنه. نام چی است؟ عبدالحمید جان. خوب هستی استاد؟ سلام علیکم. خوب هستی جان جور است؟ بخیر هستین. خوب می جان از مزدود شدن دکان ها خبر خود داری؟ از دکان بله ها مزدود شده؟ بله. از شما چطور مزدود نشده؟ ایما نامبه لالایم. خواهی را باز مزدود نکرد؟ نه. صفاییش نخواست کتابچه صفاییش؟ کتابچه صفایی را خواست افماره که جایداد محترم کتابچه صفایی را بوده دیگه. تا ایسا خلاص بکنه از ما جواز هم و هم از سیستم مرکا بود. بیا خیر باشه، خدا هم در کار بارتون برکت نصیب کنه. خدا حافظتان، بخیر باشین. خب از این هموطنهای ما کتابچه صفاییشون نگفتن مراجعه کردن و تصفیه شده او و دوباره به فعالیت خود آغاز کردن و اینجا هم دکانهای دیگه ای هست که مزدود شده و نام خدا نمیفهمه قدر مود و فشن بر اصلاح موی خراستی هم که تقاضا زیاد از زیاد شده. دکانهایش تقریبا دمی رسته که من حساب کردم 5-6 تا شد. خوبی هم یک سالون زیبایی زنانه هست، آرایشگاه. خوی حتما از قبل نه از قبل مزدود نبوده، حالا مزدود شده و به همین شکل دکان راهنما و صدها دکان دیگه هم این طرف بسته است. کجا میرین شما؟ بخیر مدرسه میرین. بیا توی جسات چو. سلام خوب هستی؟ ها تشکر. نام چی هست؟ یوسف جان. قرآن میخونی ها؟ در مدرسه؟ ها. خوب از خودتون پیشت هست؟ صحیح دیگه نگاهش کنن که نفس هست پیشتون درست هست؟
برن بخیر طرف درستان برن برن خداحافظتان. خوبی آینده های همی کشور و همی مملکت است که میرن حال هم مدرسه میرن، خب درس های زمستانی است که یاد بگیرن، یادی از خاطرات گذشته و دوره طفلیت ما شد که میرقم میرفتیم در هوای سرد مسجد و پیش مولایی و مولا درس میخوندیم، واقعا که خاطرات خوش بود. این هم یکی از فکر کنم پارکینگ هایی است که مورلاک شده و ولی به خاطر که موترهای مردم بوده شاید که دروازه شهنوز هم باز است. خوبی جام نوشته است در کابل خاروالی و قانون و مقررات سرگونی. خب کتابچه صفایی جواز سنفی محصول و تکس لوحه همیشه باید ایجا اینا مراجعه کنن و ببینن که خود نفرای ناحیه ببینن که حل شده یا نه همون مشکلشان. خب حالا این داخل اگر بیاییم اینجا موترهای مردم است، فکر کنم سرای است. آه بله، این هم یکی از سرای هایی است که دروازش باز است اما مو استیکر مهرلاک کجا یا مزدود شدن زدگی بود کجا. خب از جا میریم به طرف بیرون. خب امارت با هیچ کس مراعت نکرده این دوره، دواخانه، خوراک فروشی، قصابی، همگیش به می شکل یکسان همگی مزدود شده و خب ای کاش اینا همگی به وقتش همون مالیات را همون کتابچه صفاییشان تصفیه میکرد که به این مشکل مواجه نمیشن و خدا کنه که زیاد صدمه نبینن تجارتشان ای کاروبار از این مردم. سلام بر شما. سلام. سلام بیادر. سلام علیکم بیادر. سلام علیکم. جان که جوره بخیر هستی؟ لازم به زحمتت نبود بیشی بیشی جای تم گرم از گاز روشن کرده بشید. آه بله خنک است. خنک از دکان. نام چی است؟ محمد صادق. محمد صادق؟ بله. خب صادق جان دکان شما مزدود شده بود از طرف نایه؟ بله شده بود. خب از کتابچه صفایی را که بردن مشکل حل شد؟ کتابچه صفایی را بردیم امر واسه کدر نداد مورا. خب باز بدون کدام جنجال و سرگردانی؟ بدون جنجال و سرگردانی. یگان وقتی که من از خاطر بعضی کارا که در ناحیه دوره قبل البته دوره جمهوریت مراجعه میکردم بسیار به شکل بد رفتار میکردن بعضی از کارمندا و مدیرا، دیگه شاید حال هم باشن اما فکر کنم حال رفتارشون خوب شده بود. نه خیر خود آدم که خوب باشه و هم خوب هستن که زشت بری زشت میره در حساب قانونی باشه اونم تر صحیح است. خود آدم که زشت بره باید زشت برش بره که زشت که نری نرم که بری نرم میره کده اونم صحیح است که نرم بودن یا شکل. یعنی دوره قبلی هم مراجعه کرده بودی در ناحیه و بعضی کارهای دولتی دیگه که بند مونده بود کارت؟ قبلا من چی نکرده بودم. نه خیر خود من به خاطر از اینکه تفاوتش حالا فعلا نمیفهمم چون وقت که حالا اگر رفتی اون حتما به روی خیلی خوب بر امرایت برخورد کرده. بله راضی خواستی از بله کار امارت از دوره امارت؟ راضی هستم. بله چند روز مزدود مون دکانتان؟ دو روز. بله دیگه خود من این روز امروز دیگه نصف دو یک و نیم روز دیگه. صادق جان دیگه خود پوستم بسته کردی یک دستمال تا پس کو که دوستان ببینید سیس. خوب شد که مردم ببینید که باز خودتان بشناسی خدا سعیس مشناسی در تلویزیون که ببینید تلویزیون در جا که ببینیم حالا ما از چینل وطندار پلاس هستیم باز انشالله که نشر شد برد باز ببینیش در انترنت در یوتیوب چینل سعیس. خدا حافظت. خیر باشید. خب صادق جانم خوشخوی بچه بود و راضی هم بود از دوره و کاروبارشم خداوند برکت نصیب کنه برش و دو روز بسته بود کارش. خب این هم یک سوپرمارکت دیگه و یکی از جوان ها میجا مصروف است. سلام بیادر. سلام علیکم. ما بالا بیاییم یا خودت پایین میایی؟ مشکل نیست پایین میاییم. بیا پایین بیا. خوب است انشالله. جان جور است. سلامت زنده باشی. اسمت؟ اسم من ادریس هستم. ادریس جان خب انشالله که نفر خوشخوی معلوم میشده. من گفتم دایی هوای سرد کار میکنی کالا و سرید کم نشده باشه. نه خدا نکنه ما جوان هستیم انرژی داریم اینقدر زود ناامید نمیشیم. ادریس جان خودت می دکان کار میکنی یا از خودتان هست مالکش هستیم؟
همین یه کار میکنیم دیگه، فعالیت داریم فعلا، کلا مشترک هستیم، چند نفر هستیم، کار میکنیم، مصروف هستیم. درست است، شریک هستی؟ شریک هستیم. خب بسیار خوب. از مسدود شدن دکانها خودتون خبر داری؟ که از طرف نایم مسدود ما هم امروز نه و تازه دکان باز کردیم، یک ساعت میشه که دکان باز کردیم. مسدود بود بابت میفتن جایداد کتابچه صفایی کدام چیزی داشته. خب بسیار خوب. با صاحب دکانتون اقدام کرد زودتر؟ امی مالک جایداد؟ یک روز مکمل دین روزه دکان بسته بود، کوشش میکردن بازش کنن، نمیفهم چی مشکل بود، امروز حل شد تا یک ساعت پیشه. مالک جایداد خب کسی دیگه ای است؟ مالک جایداد کسی دیگه است. خب از اونو همکاری کردن امرایتان؟ طبعا دیگه همکاری کردن، بیچاره کوشش خودانا کردن، ما هم برشان زنگ زدیم، زحمت دادیم شان دیگه، مجبورم بودن باید کنم، خب حق ما بود بالاشان. ای که کرایه میگیره در مقابل از اون پول که از ما دریافت میکنن، حلال باید یک مسئولیت داشته باشن. این خب طبیعی از باید باشه. خب ادریس جان چند روز بسته موند؟ یک روز گفتی بسته بوده؟ دکان یک روز بسته بوده، یک روز در کل دیگه بسته بوده، صبح تا شام. در یک روز خود دیگه مشتری هایتون از دست خونه رفته؟ ولی از دست خونه میره، خب زنگ زیاد میامد که دکان مسدود است، ما ضرورت داریم، تو مشکلات پیش میامد و از سودا و پیسه و رسیدهای کمرو شرکت ها داشتیم، پسمان شدیم طبعا، چطور نشدیم، یک ذره ضرر خورد. مالای تجارت ها که است که روزمره هر روز باید تو در کارت باشی، اگر یک ساعت هم بسته باشی دیگه در نخص آدم تمام میشه. ولی همونطور است، ما هر روز امروی شرکت ها معامله داریم، باید رسید کنیم یا مال خود بگیریم، از یا کمه عقب ماندیم دیگه. خود در جریان هستی که از تکس لوحه و چیزای شما در دوره جمهوریت و در این دوره؟ بله. هر دویش تصفیه بود؟ تصفیه بود، خب یک سال دیگه اینه در پیش داریم که بخیر 1402 میشه فکر کنم، او را باید بتیم. فعلاش خو خلاص هسته. شما باقیات خیلی زیاد مثلا 5 سال و 10 سال خو نداشت؟ نه اصلا آجی صاحب که دمی دکان امرای فعالیت میکنه در این کارا زیاد اساس است، میخوای کارش پاک باشه، نمیخوای که امرای دولت کدام جنجال مشکل داشته باشه، خوب است که میگه حل باشه در سر. بسیار خوب، یک نظر نیک است و یک اقدام نیک است که آجی صاحب هم داره. خودت هم حتما دیگه زمو درس میگیری، یک وقت که بخیر رسید یک جای باز حتما خودت هم کارو رو همین قسم است. ما امرای دولت هم کاری میکنیم، دولت هم باید امروی ما هم کاری کنه. طبعا ما وقتی که مالیات خود با وقتش میتیم، تکس لوای خود میتیم، دولت ما هم امتیاز بده. وقتی ما دکاندار مشکل می داشته باشه در هر عرصه باشه، باید امروی ما هم کاری داشته باشن حتما. با این قسم نمیشه ما تکس لوای خود بتیم و امتیازات ما رو هم بگیرن و ما را صاحب کار کنن، دکان ما رو بند کنن. مزید باید بر ما موقع مساعد بسازن که ما هم کاری میکنیم، ما هم کاری داشته باشن باید. بخی گفتنی های بجای بود، خواست های بجای بود دیگه، خدا کنه که مسئولین اقدام جدیتر بکنه در قبال ما که ما حق داریم سر دولت. خب اگر از این گپا بگذاریم دیگه، حالا بگی به ما کمی نرخ برنج خوبش چند شده؟ یک بوجیش برنج خو یک دفعه ارزان میشه و یک دفعه قیمت میشه. فعلا در بازار برنجا که هستن در حدود 3500 است، 3600 است، 3800 است برنجای است، برنجای سیله اول کنه جانا، برنج کنه و باز برنجای نو در حدود 2800 و 2500 هستن، همین قیمت هایش است. این رو مردم میفهمه که از اینجا وارد نمیشه، از دیگه جای میایه، پولش تبادله و اینا یا با دلار میباشه، با نرخ پاکستان میباشه. این مشکل است که دیگه دکاندار حل نمیتونه، باید از دیگه طرف حل شود، باید اینجا ارزان میشه. همین برنجی را که گفتی 3500، سلی اول که هنر چند سال قبل شاید به 2200 و 300 هم به دست میامد که چون خریدیم؟ همه قدر بود، ارزان تر از او هم بود، خب فعلا نرخ بلند رفته دیگه، گای یا دلار بهانه میکنن یا پاکستان پیسش ناچیز شده، نرخ امی مالیات اینا هم بلند رفته دیگه، جنجال هست در کل، مشکلات از پیش میشه برای ما. خب بیا خدا مشکلات ما را حل کنه و در کار و بار شما برکت، در جوانیت برکت، تشکر از اخلاقت. سلامت زنده باشید. وقت چاشت است، ما نام نخوردیم امرای ما، بیشتر خوش میشیم. بخدا وقت خدا سلام علیکم. سلام علیکم برادر، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ سلام علیکم بر شما، خوب هستین؟ برادر خوب هستی؟ جان جور است، بخیر هستین؟ انشاءالله که یک چند دقیقه وقت تونه بگیرم، مشکل خو نیست؟ گپ نیست، بخیر باشی. خب اسم شما؟ سید هارون. سید هارون، مالک امیر رستوران؟ بله. دکانای کی جا بسته شده بود؟ از شما در رستورانتون در جمله زمین بسته شده بود؟ همین دکانایی که از قسمت سیرو علاودین تا بالاتر تا جای سناتوریوم تقریبا دیدن روز طرفایش به جام آمدیم که ببینیم دکان ها مکمل کلش مرولاک. دین روزی کار شده بود؟ دین روز کار، بعد از ملازان بود که این کار فکر میکنم مرولاک یک پاری ها شروع کرده.
یه تقریبا یک ساعت میشه که دکان ما پس رفتیم نایه گپا باید تایر مرای گپا کردیم میشه که دکان ما آمدیم باید باز کردیم شما. خب مشکل در کتابچه صفاییش بود از دوستای دیگه هم که ما پرسیم؟ مشکل در سه چهار چیز بود، در کتابچه صفایی بود، دیگه جواز بود و تکس لوا بود. باز مالک جایداد امروز شما در کتابچه صفایی همکاری کرد؟ بله بله، بدون از اون نمیشد، بدون از اون نمیشد که ما بریم نویا بریم که ما کار خود جریان پته. باقی داری شما از خیلی سالای پیش بود یا نه که نو باقی داری شما؟ نه نه، فقط ما تا 1400 تاول کرده بودیم دیگه، 1401 گپا مانده بود از ما دیگه. کتابچه صفایی از مارکو جایداد ما هم تاول کرده بودن، از اون چیز مشکل نداشت. رفتار و کارمندای ناحیه چطور بود دوره امارات همراه شما؟ خوب بود؟ حالا ما خود رفتیم دینه روز تو کدام برخورد چی کرد ما نکردن همونطور. کارتون زودتر حل شد؟ کارم زودتر حل شد بله. خب بسیار خوب. این برادر دیگه ما اینجا استاد هستن که امروز نام معرفی شما اسم شما؟ من دکتر امید. دکتر صاحب امید دکتر هستین؟ بله بله دکتر. کجاست کلینیک شما؟ ما دو منزل بالا صدا خود منزل بالا. دکتر دندان هستین؟ بله دکتر دندان. خب بسیار خوب. دکتر صاحب شما موضوع شده بود؟ در مجموع دست سرای الدین از قسمت که مرلاک کردن تا آخر کوچه سناتوریم مکمل بونلاک شده بود، مکمل دکانه. بخاطر خاص بخاطر مقصدشون همی سه چیز بود، تکس لوا و باقیات گذشته که میخواستن یک چک کنن، میخواستن چک کنن که چقدر باقی است، صاحب جایداد چقدر باقی است. باز خوش بختانه که تمام اسنادشون کلیر بود، مکمل کلش پاک کرده بودن دیگه، کلا مشکل نبود. از ما هم خود کسایی که به کرایه گرفته بودن مکمل کلشون اسنادهای خود بردن و مشکل حل شد دیگه. پس گفتن برین باز کنین، برای یک روز مزدود بود. خب برو خوب شد که پس دوباره فعال کردین دیگه شما کاروبارتون و در کاروبارتون برکت نصیب کنه خداوند. دیگه اگر گفتنی پیام چیز مانده بر شما کمره در خدمت شما. قربانتان، سلامت باشین، با عزت باشین، بخیر باشین. شما اگر چیز گفتنی مانده خدا حافظ شما. خدا حافظ دکتر، خدا حافظتان. خب بیننده های عزیز، حالا هم فرصت گزارش و برنامه ما تمام شده دیگه. برای همه هموطنای خود که هنوز هم دکانایشان مسدود است، صبر جمیل و حوصله مندی میخوایم و خدا کنه که زودتر پس مشکلشان حل شوه که به فعالیتشان آغاز کنه و از نقص و نواقص دور باشن. خب دوستای عزیز، از شما خداحافظی میکنم. الله یار و نگهدارتان.